سلام دوستای گل خودم، به قسمت دیگه از عضوید خوش اومدید. خب دوستان، در استرالیا 14 میلیون نیروی شاغل داریم و توی این ویدیو میخوام 10 تا از پرخطرترین شغلای تو استرالیا و حقوقاشون رو بهتون بگم. آیا شما بودین انجام میدادید با این حقوق یا نه؟ بریم با هم ببینیم چی هستن. خب دوستای گل، همونجور که بهتون گفتم تو استرالیا الان بیشتر از 14 میلیون نیروی شاغل داریم و تو این قسمت میخوام 10 تا از پرخطرترین شغل‌ها رو باهاتون در میون بذارم. با شما دیگه انجام میدین برای این حقوق‌ها و برای این کارها، همچنین خطرات اون شغل هم بهتون میگم. خب بچه‌ها، شغل اولی که میخوام بهتون در موردش صحبت بکنم کارگر ساختمونیه. خب همونجوری که میدونید تو استرالیا کارگر ساختمانی و کلا کانستراکشن بیزنس خیلی پرسوری هست، ولی به این معنا نیست که کارگرایی هم که توش دارن کار میکنن دارن پولای گنده در میارن. برای همین خیلی ها میان خودشون بیزنس میزنن یا صاحب بیزنس میزنن یا چند سال برای که کار میکنن و بعد میرن یه بیزنس برای خودشون میزنن. بچه ها توی استرالیا کارگرای ساختمانی حقوقشون بین سال 75000 دلار تا حدود 155000 دلار روی TF. پس شما میگی خب حقوقش خوبه، پس خطرش چیه؟ بچه ها خطرهایی که داره اینه که کارگر ساختمانی اکثرا یا روی طبقات کار میکنن یا با ماشین های سنگین کار میکنن یا با ابزارات برقی، مثلا اره های برقی، اره های و وسایل پرخطر کار میکنن و اصولا خطره که باشون توی این شغل اصلا به کار در ارتفاع هست یا کار با ماشین های سنگین یا ماشین های برقی خطرناک و با بلیت ها و اره ها هست. ولی خب الان تو استرالیا پروتکتیو گیر می پوشن و هر محیط کاری هم که میرن بیمه کامل دارن، هم خودشون هم محیط کار، و اگه اتفاق بیفته خدای نکرده که شادا که نیفته بیمه کاورشون میکنه. حقوقشون هم این سال 75 تا 155 هزار دلاره. شغل دومی که میخوام بهتون معرفی بکنم شغلی هست به نام ماینرز یا همون معدنچی ها. خب بچه ها، اونایی که تو معدن کار میکنن میدونن که اونایی که مدیران روی زمینن، کارگرها زیر زمینن. خب خطری که در مورد معدن هست اینه که بچه ها خب اینا در عمق زمین کار میکنن، در تونل ها کار میکنن، یک احتمال نشت گاز هست، انفجارات هست، ریزش کوه هست یا ریزش خود تونل هست که دارن کار میکنن باش و حتی دستگاه های سنگین و ابزارالات اره‌ای که دارن باش کار میکنن. بچه ها و درآمد اونه که توی کارگرای ماینر بین سال 110 تا 130-140000 دلار شما بودید انجام میدادین برای این پول این کارها رو یا نه؟ البته بگم بچه ها، محیطی که کار میکنم محیطایی که زیر زمین، دما، رطوبت، یعنی شرایط سختی هست و اصولا اونجاست که مثلا کوله برق داره بزنه یا الان همه جا خوب بشه یا نه، محیط خیلی سخت است. ولی خب میگم پروتکتیو گیر دارن، از کلاه خود، از کلاهک و لباسای عایق، ولی خب کار پرخطری محسوب میشه. شغل سومی که میخوام باهاتون در میون بذارم شغلیه که خیلی آرزوشونه، مثلا هر کی بچه بوده خصوص پسرها دوست داشتن که این شغل و شغل بعدی که میخوام باهاتون صحبت بکنم و حتما داشته باشن. خب بچه‌ها این شغل آتش نشانیه و آتش نشانی میدونم که همه پسرها آقا آتش نشان بشیم، آتش نشانی بکنیم و از این داستان. خب بچه‌ها آتش نشانا حقوقش تو استرالیا بین سال 60 تا 120000 دلار. خب مدرسه هست، شما میتونید شرکت بکنید. خیلی حتی خود استرالیا میدونم بچه‌هاشون رو به عنوان والنتیر، به عنوان داوطلب میرن جون میشن، عضو میشن. تو استرالیا بچه‌ها که میدونید بوشفایرها خیلی بزرگ و عظیمه بعض وقتا و نه تنها بوشفایر میاد و مردم والنتیر میشن و که از خارج از کشور هم میاد. بچه حقوق فایرمن ها بین سال 60 تا 120000 دلار، 130000 دلار. اونایی که رنگ کپتن میگیرن و میشینن تو کامند سنترها و کاپیتان میشنن تو مرکز کنترلی، مثلا رئیس میشن، حالا 150 تا میگیرن. ولی میگم بچه ها خب این حقوقش پایین هست، ولی چون به عنوان پابلیک سرونت حساب میشن، کسایی که دارن به جامعه خدمات میدن، خب مزایای دیگه ای هم دریافت میکنن. حقوقش بین 60 تا 120 اونه که تازه مثلا فارغ التحصیل شده از آکادمی وارد میشه، 60 اونه که سابقه دار میشه چند سال و رنگش میره بالا 120 تا. خب بچه ها همینجور که میدونیم مشقات و سختی های کار و خطره که با این کار هست، یک آتیش هست، گازهای سمی هست، ریزش ساختمان هست، همه ما متروپول یادمون هست. ببین بعضی از این بچه ها خب آتششان ها واقعا جونشون رو در خطر میذارن و میرن این کار رو میکنن و کلن ممکنه آسیب های فیزیکلی بهشون برسه و دچار سوانه بشن. شغل چهارم که میخواستم باهاتون صحبت بکنم، همچنین که گفتن آرزوی خیلی از بچه ها، شغل پلیس بودنه. خب خیلی دوست دارم پلیس بشن، برن
توی اداره و تفنگ بگیرن و آقا پلیسه بشن و آرزوی کودکی خیلی از پسرها بوده و برای خیلی از ما آیدیالایزش کردن. خب بچه‌ها حقوقای پلیس هم زیاد نیست، مثل خود همون فایر فایتر هست بین سال 60 تا 120 هست، ولی خب میگم بالا بستگی به رنگ و نوعش، اونا که هایوی پترول هستن تو ماشین بنز و بی ام و میشینن میرن، خب اونا حقوقش مثلا حدود 95 100 تا اینجوری هست، ولی خب حقوقشون بین رنج 60 تا 100 است. و خب خطراتی هم که باشون هست که میدونین که وایلنس هست، با آدمای جنایتکار مبارزه میکنن، ممکنه کشته بشن تو این راه، ممکنه آسیب‌های جدی ببینن، تو تصادفات قرار بگیرن و توی موقعات خطرناک قرار بگیرن و بهشون آسیب برسن. کماکان که میبینیم و اخبارش میاد که در خیلی از سوانه خب خیلی از نیروهای پلیس یا کشته میشن یا مجروح میشن و اتفاقات خاصی براشون میفته. ولی خب همونجوری که میگم بچه حقوقشون پایین هست، ولی خب مزایای دیگه دریافت میکنن. مثلا برای خرید خونه دولت بهشون کمک میکنه، یا برای سیستمای درمانی بیمه کامل دندون و پزشکی و درمانی بگیرن، و اینکه یه ماشین 200 هزار دلاری میذارن زیر پاشون با کلی دم و دستگاه و کلی منابع و ریسورس و اینا دیگه در اختیارشون هست دیگه. میگم هر کس رو پشنش داره این کار رو انجام میده. بچه ها شغل پنجمی که میخواستم با تو صحبت بکنم و خیلی هم شغل با احترامیه و واقعا بهش کم توجه شده، شغلای پیراپزشکی پارامدیکس هست و ایمرجنسی ریسپاندر ها هستن. پارامدیکس بچه اونا هستن که توی داخل آمبولانس ها هستن، موقعی که اتفاق میفته میان اولین کسی هستن، میان با در صحنه حضور پیدا میکنن و کمک رسانی میکنن و کمک اولیه رو ارائه میدن. بچه این بچه ها واقعا مورد عنایت زیاد قرار نمیگن، واقعا مورد ظلم قرار میگن. حقوقش بین 60 تا 90 95 هزار دلار در سال، و حتی خیلی از این بچه‌هایی که من تو آمبولانس کار میکردن الان کسونی هستن که قبلا پارامدیکس بودن، الان ریتایرشون رو به صورت والنتیر مثلا داوطلب دارن میان کار میکنن. خب البته دولت استرالیا چند سال داره بین افزایش حقوق میده و قراره یه افزایش حقوق بین 8 تا 10 درصدی بهشون اعمال بشه که مثلا حالا یه چیز بوده مثلا بین 6 تا 10 هزار دلار به حقوقشون در سال اضافه بشه. ولی خب یه شغل واقعا پر احترامیه و پر خطرم هست، ولی حقوقش هم پایینه و به نظرم باید حقوق این شغلها خیلی بالاتر باشه. خب بچه‌ها شغل بعدی که میخوام بهتون بگم شاید باورتون نشه هیچ کس شغلای پر خطر تو استرالیا، و اونایی که تو استرالیا مثلا فکر کنن یه شغل باحال و مثلا یه شغلیه که مثلا ملت میرن حال میکنن، بچه‌ها شغل فیشرمنی هست، یعنی همون ماهیگیری هست. خب بچه‌ای که تو استرالیا قایق دارن بتونن شاید بتونن بهتر بدونن که قایق داشتن و یه روز رفتن روی آبی که کاملا صاف و رو دریا اقیانوس هم میری، مثلا حالت دریاچه‌ست میری صافه با دوستان، حالا یه دوتا آبجوی میخوری، یه ماهی میگیری و کباب میکنی میری، اون که برای فانه. ولی اگر شغل دین باشه بچه ها یکی از شغله پرخطر و خیلی سختیه، چون شما باید همیشه روی دریا باشی، کشتای بزرگ هستن تو مناطق عمیق و دریاهای اوپن ایریا، دریاهای باز هستین، موجایی که میاد مثلا طولش 15 متر 20 متره، شرایط آب و هوایی خیلی سختی باشی داری دست و پنجه نرم می‌کنی، و شما باید یک در طول روز ساعت‌های خیلی طولانی هم کار می‌کنی، یعنی خطراتی که و سختی کاری که با این کار هست باشه یکی آب و هوای بسیار بد و نامناسبه. یه روز اگه برین دریا سی سیک بشین حالتون به هم بخوره، متوجه منظور من میشین، اون سنسوری تعادل و تمرکزتون اگر به هم بخوره و دچار سی سیک بشین میبینین منظورم چه. ساعتای خیلی طولانی کار میکنن، بچه ها آیتمای خیلی سنگین بزرگ بلند میکنن و بالا پایین میذارن، و کلا بچه ها این بچه هم حقوقشون بین سالی 65 هزار دلار تا 110 هزار دلاره. شما بودین انجام میدادین شاید بگین من عاشق دریا ماهیگیری هم، آره، ولی خب یه بار دیگه در موردش فکر بکنین. بچه ها شغل هفتمی که میخواستم با تون در میون بذارم در مورد شغلای پرخطر تو استرالیا، شغل فارمینگ هست، یعنی کارگرای مزرعه و کشاورزی. خب بچه ها یکی از خطرهای بزرگ این کار به خاطر فارمینگ بودن، حالا اون ماشینایی که باش کار میکنن و همش اره و بلید و اینجور چیزا داره، به خاطر محیطی که بیرون هستن. خب اونایی که تو استرالیا هستن میدونن که آفتاب خیلی شدیده و یوبی تو استرالیا خیلی بالاست و ممکنه برشون آلرژی پوستی ایجاد بکنه و بهشون آسیب بزنه. از یه سمت دیگه بچه ها خب اینا با حیوانا برن دست و پنجه نرم میکنن دیگه، گاوی، گوسفندی، خوکی، چیزی، اگر مثلا یه ضربه ای از اونا بهشون وارد بشه یا آسیبی از اون سمت ببینن. و بچه ها خطر بزرگی که برای این بچه های فارمینگ هست چون دارن با لایو استاک کار میکنن
مارها هستن و حیوانات خزنده و حیواناتی هستن که حیوانات موذی و خزنده و سمی هستن. یادم میاد رفته بودیم کنز، من و فرشته، خب سال یکی دو بار میریم کنز، اونجا مزارع نیشکر خیلی بزرگی میبینی و بچه اونجا ماری به نام تایگر سنیک خیلی زیاده و حالا مارهای دیگه، حتی قورباغه‌های سمی، و خب اینا میرن داخل این مزارع، خب زیر بوته ها این طرف تا قایم میشن و خب قبلا ماشینای بزرگ نبوده که بخواد برن، بعد میرفتن با دست اینا را داست میزدن و میچیدن، خیلی هاشون از این طریق کشته شدن، مارها زده بودنشون و الان هم هست. الان هم خب تو مناطق کشاورزی که هستن نه تنها شرایط آب و هوایی بدی دارن، خورشید خیلی بدی دارن، هنوز اتفاقا میفته. و بچه ها حقوقشون بین سال 70 تا 90 هزار دلاره. البته بگم اونایی که میرن توی فارم و 70 90 تا میگیرن اصولا همونجا مثلا مسکن رایگان بهشون میدن، همونجا مثلا یه مدتی اتراق میکنن، مثلا براشون خونه های چیزی ساختن، ولی خب با این حال بچه ها به نظر حقوقشون پایین هست، سختی کاری که دارم. بچه ها شغل بعدی که چند تا از دوستایی که من میشناسم آدمایی که این کار دارن انجام میدن و واقعا شغل پرخطریه و داستانی برام تعریف کردن، داستانای روفرز هستن، اونایی که روی سقف کار میکنن. توی استرالیا دیدین که سقف هم سفالیه. خب روفرز کارش اینه که بچه‌ها میره این وقتی خونه ساخته میشه میره یک به یک این آجرها یا این سفالا رو هم میچینه، مرتب میکنه، لاین بندی میکنه و میره بالا. بچه‌ها بعضی از دوستای من هستن که بیزنسش دارن، خب وقتی بیزنسش داشته باشه درآمدت خوبه، ولی به عنوان کارگر نه زیاد، چون بچه ها مثلا به شما 20 کیلو سفال میدن، چون این سفال ها سنگینه دیگه، شما 15 تاشو 20 تاشو بخواد بری یه دفعه بری بالا، چون نمیارزه که میخواد برای 4 تا 5 تا بیه بری پایین و بالا بری، جهر سقیل هم ندارن که بذارن لود کنن بره بالا خالی بکنن، شما باید تعداد ببری بالا و اینها رو بچینی و دوره بیای پیمان لاین بنده بکنه. خب بچه ها نه تنها خیلی کار فیزیکیه و سختیه، اون بالا خیلی هاشو سوال میخوان که از دوستای منه که میشناسمش که از اون بالا سر خورده افتاده زمین، جفت زانوهاش داغون شده، رفتن زانوهاش رو ریپلیکس کردن و هنوز که هنوز داره اذیت میشه. و بچه ها حقوق کارگر روفر بین چیز 55 تا 85، یعنی مثلا واقعا طرف باید عاشق این کار باشه یا چاره دیگه نداشته باشه. کال برن یکی از کمدین های بزرگ استرالیاست، بهش میگن چرا کمدین شدی؟ گفت من یک هفته رفتم روفر شدم، گفتم من هر کار دیگه ای میکنم جز این روفری نمیام دیگه. و خیلی کار پرخطر و به نظر منم نمیصرفه به مبلغ و قیمتی که بهتون میدن آخرش. بچه ها کار بعدی که هست حقوقش خوبه ولی خب کار پرخطری. بچه ها نینه این دکلای برق پرفشاری که میره بالا و لانه برق بهش بسته، خب بچه ها به اینا میگن، کسونی که دارن این کار انجام میگن power line workers یا technicians، که کسونی هستن که شاید تو یوتیوب هم دیدیم ویدیو هست، میبن طرف مثلا بعد 100 متر کلایم بکنه بره بالا و یه لامپ یه چیزی عوض بکنه. خب بچه یکی از شغلای پرخطر هست و حقوقش بین 90 تا 130 هزار دلاره، ولی و میگم حالا اینشورنس و بیماینا دارن، ولی خب اتفاقاتی که میفته، من بزرگترین خطری که داره اینه که برقای ولتاژ بالا هست بچه ها، یعنی مثلا ما تو برق 220 ولت داریم، اینا ولتاژ بالای 20000 ولت که رد میشه و از این کابل رد میشه، یعنی کافیه چه یه اشتباه یه خطایی رخ بده یا یه مشکلی پیش بیاد اصلا در جا بندگان خدا آسیبای جدی میبینن و مرگ یکی از خطرهای خیلی بزرگش. حالا بماند از این که بعد از تاورها و برجک های خیلی بلندی برن بالا و این مسافت زیادی رو صعود بکنن و کلایم بکنن، ولی خب خطر اصلی با اون های ولتاژی که دارن باش و دست و پنجه نرم میکنن و بین 90 تا 130 هزار دلار هم بچه و حقوقشون هست و کار خیلی خیلی پرخطریه. کار دهمی که خیلی پرخطره بچه ها تو استرالیا، نه تنها استرالیا، کل دنیا، شاید هم باورتون نشه، کار خلبان های هواپیمای تجاری هست، هواپیمایی که مسافر بری جا به جا میکنه. شاید بگید چه خطری داره نشسته بالا توی کابینی؟ بچه ها خطرش به اینه که اون کاپیتانی که اون خلبانی که هست، از موقعی که درهای هواپیما بسته میشه تا موقعی که درهای هواپیما باز میشه، مسئول جون تک تک مسافرهایی که اون تو نشستن. یعنی این بزرگترین خطرش اینه بچه ها. یعنی
فکر نکنه میرن همونجا میشینن خب میشن حالا برای خودشو اشغال میکنن و قهوه و چای و حال میکنن، نه، یکی از شغلایی که واقعا بچه‌ها مثلا ایران یه خلبان از 4 5 روز قبل از مثلا اون خلبانش اون مسافرتش اصلا نمیتونه هیچ پارتی بکنه، مشروبی بخوره و فکر کنیم مثلا یه نفری که به صورت دائم داره میره و میاد. و بچه ها من یه دوست خلبانی داشتم که اصلا خودش میگه چقدر سخت بوده که دو هفته ای بعد از نیوزیلند تا لندن تا لندن را پرواز میکردن و برمیگشتن. خب درسته وقتی که به مقصد مثلا کشور خودم دارن مثلا یک ساعت میرن میخوابن، چند ساعت هواپیما عوض میشه، پرواز هم مثلا همون دقیقه نیست، یعنی پرواز میشینه بعد پرواز بعدی فرداست چند ساعت بعدش استراحت میکنن. ولی یکی از کارهای پرخطره چون بچه ها مسئول جون تک تک، فکر کنید بچه ها مثلا مسئول جون 200 نفر بودید یا مثلا هواپیمای بزرگ 700-800 نفر روش سوار میشن، فکر کنید مسئول جون اون بودید، هر اصلا دماغ یه نفری خون میاد شما رو میاد خیلیتون هم گرم بانه خلب و میگن شما مسئول جونش هستی. و حالا بماند که توی پروازها با آب و هوای خیلی بدی برخورد میکنن، با طوفان ها، با ساقه ها و بچه ها تو شرایط جوی که اون بالا حرکت میکنن خیلی سخته و مسافت سخت داره، چون هواپیما رو بتونی به صورت خیلی امن بلند بکنی تا ارتفاع 30,000 پا یعنی 10 کیلومتر برسونی و توی ارتفاع 30,000 پا کروز بکنی و بعد اگر به طوفان بر بخوری یا هر چیز دیگه و بعد اون رو به صورت خیلی عام باید بشین، یعنی خیلی است. من خودم شخصا اصلا دوست ندارم. خب و اینکه حقوقش هم خیلی خوبه بچه، حقوقش مثلا بین سالی 110 تا 170-180,000 دلار حتی میرسه و خب شما جایی هم که میرید تمام هتل و غذا و اینا هم رایگان دیگه، سالی هم یه تیکت به خودت میدم و خانوادت بزینس کلاس سفر بکنیم به هر لوکیشنی که میخوای و هر جا هم که میرسی خب هتل و اینا همه چی آزاد مثلا پرداخت شده، ولی همه که میرسد بری بخواب، اینقدر خسته ای و ازت طاقت فرسا کار طاقت فرسا بوده و اذیتت کرد. خب بچه ها این 10 تا شغلی بود که با هم مرور کردیم، شما بودید کدومو انجام دادید؟ کامنت کنید برام بدونم بچه ها شما بودید کدومو انجام دادید. یه بار که با هم مرور بکنیم بچه ها، کانستراکشن ورکرها بین سال 75 تا 155، ماینرها بین سال 110 تا 130، فایرفایترها بین سال 60 تا 120، پلیسها بین سال 60 تا 120، پارامدیکس ها بین سال 60 تا 95، فیشرمن ها بین سال 65 تا 110 هزار دلار، کارگرای کشاورزی بین سال 70 تا 90 هزار تا، اونایی که میرن صف کار میکنن روفرا بین سال 55 تا 85، اونایی که پاور لاین ورکر ها بین سال 90 تا 130 140 و کامرشال پایلوت ها بین سال 110 تا 178 هزار دلاره. بچه امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و یه سری فکت‌های جدید به زندگیتون اضافه شده باشه. برام هم بنویسین بچه ها که شما بودین حاضر بودین به خاطر این پول ها کدوم شغل انتخاب بکنی. ممنونم از همتون که همراه من بودین. تا ویدیو بعدی، خدافظ.